سلام قندیلک های مبولک چنل پریفام پریسا هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. خیلی 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 خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. سینا هستم، برگشتیم خدمتتون با یه ریاکشن ناب دیگه خدمت شما. حتما لایک ویدیو رو بزنید، چند رو سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید و لینک اصلی این ویدیو جذاب توی دیسکریپشن هست. بریم یک مستندطوری دور هم دیگه ببینیم. اما بعد از دیدن این ویدیو حتما به چنل پریفام ملودی هم تشریف بیارید. موزیکایی که پیشنهاد می‌کنید رو اونجا دونه دونه ریاکشن می‌کنید ما دوره هم کیف. دمتون گرم. حاضرید عشقا بزنید بریم لینک از کابل تا لندن با انگیزه. بیننده های خوب تلویزیون سما سلام، امیدوار هستم صحت و سر حال باشین. من امروز در شهر لندن مهمان یکی از ستاره های شناختیشون؟ نگاه کردم ببینم چی میگی. جناب امید نظامی که آهنگ گولمون میزد، ریاکشن آهنگ داشتیم ازشون در پریفام ملودی. خدای من اینو کجا دیدم؟ خدای کجا بوده این امید جان؟ خوب موسیقی افغانستان هستم. کسی که در جشنواره چهارم ستاره افغان اشتراک کرده بود یکی از آوازخوانای خوب امروز موسیقی افغانستان است و در امی شهر زندگی میکنه. خیلی هم از لحاظ آره هنری کامل هستن، از لحاظ اکت و چهره و به اون ژانری که داره کار میکنه خیلی میاد، خیلی آره. احساسیه، دوستش دارم، ساده و شیک به قولی. من بعد از سالهای سال یکی از دوستای قدیمی و صمیمی یکی از آوازخوانای خوب افغانستان در لندن پیدا کردیم و او را در آلت نان خوردن. الهه جان سرور شما با نام و با موسیقی زیادتر آشناستین. قرار ما بایی بود که در بیرون ببینیم، الهه جان پیدا کردم در یک رستورانت که سوشی نوش جان میکنه و نام خدای سوشی هم خمیر وارسده است. ما مجبور استم هر چیزی که میرفیق ما خون. الهه جان سلام، اینال خودت گپ بزن که من نان بخورم. دو ساعت است که هم دیگر رو دیدیم، دیگر تصمیم گرفتیم که یک سلام محمود پرسی هم کنیم. برنامه خراب نشه. میخواستی لود بده امید جان؟ مجبور دیگه، گفتیم شما خوشتان میایه، ما همون کارهای رو بکنیم شما خوشتان میایه. اگر نه یک دو ساعت بشه یک میگرم. ولی سالی است خودت قرار سورپرایز نشون بده. خیر، چرا این نانش خمیر است؟ من برای من جالب است دیگه، این خود نان نیست. یه لقمه که میزنم موجی وارز یادم میاد به برنامه میمان. از این است که تو دوست داری شیرینش هم درست میکنی؟ یه حالت خمیری داره فکر کنم، همونه جنسش. دارن غذا میخورن، موچی که غذا میخورن، اون شیرینیه. من امروز با الهه جان گپای خیلی زیاد دارم که بعد از نان بیرون میریم چکر میزنیم و امیدوارستم که از برنامه امروز لذت ببرین، ساعتکتان تیر شد و مطمئن استم که مثل من شما با خیلی جدی شوخی هاشو میندازه مصاحبه میبینین. کسه ها و گپا و ناگفته هایی هست که در برنامه امروز هم بایدتان شدید میسازم. بریم به لندن زیبا خودشه با بانو الهه سرور و امید نظامی. یه دهن نمی کنید برامون دوتایی؟ خیلی بزرگه، دوستش ندارم. خیلی زیادی بازاریه، خیلی توش بد آدم باشه. همیشه دوست داشتم که در بسای دو منزله لندن بشینم در موسیت پیشروی شکر بزنم، ولی این دفعه قدر دفعه که در بس بالا میشم و موسیت پیشروی شکر کس قبل از من نشسته. اونو اگه دفعه بعد است دیگه بینوله، دیگه بینول مللی. بریم در اونو سرک بریم. چی؟ رفته دسته شده چی؟ سیگار گفت میخوام تو این اتوبوس های دو چیز سوار دو طبقه بالا بشه. آره. بالا بشینم جلوی جلو پره همیشه پره چیش بینال مللی. میگم آخه ببین این اتوبوس قرمزای دو طبقه های لندن یکی از اون نمادهای شهر لندنه، مثل کیوسک های تلفن. آره. حتی توریستا
و کسایی که وارد اونجا میشن دوست دارن از اونجا استفاده کنن. شاید مردم معمولی دیگه براشون جذابیتی نداره که برن اون جلو طبقه بالا بشینن، ولی برای من و تو اگه بتونی به توریستی بری خوشت میاد که این کارا رو بکنی. از این بابت گفت چون نماد لندنه اتوبوسا. خوبه کوین الیزابت هال. اینجا نوشته است که ساوت بانک سنتر کوین الیزابت هال. خداوند مغفرت کنه کوین الیزابت ما را، چون کوین استرالیا بود، کوین انگلستان هم. اجازه میده که بریم داخل؟ اینجا چیزای جالب هست اگر بریم ببینیم. ما که نرفتیم تا حالا. اجازه دادن هستی یهو اجازه رو سازه کردن. این حال گفتی دادم موسیقی در سطح خود انگلستان از اینجا تنظیم میشه و بله آرتیستای مثلا خارجی رو هم دعوت میکنن. آمده بود کی؟ آمده بود زیبن هانیه پیمانه بده که خمار است. و آمده بودن اینجا برنامه داشتن دیگه. عابد پروین یک بار آمده بود، محسن نامجو آمده بود اینجا، کنسرتش بود. از یعنی سالونی است که حتما این کنسرتی رو که گفت اگه دوست دارید به اون سبکی که مثلا الان داره میخونه بانو الهی سرور، برید سرچ کنید کنسرت لندن محسن نامجو. بی نظیر بود با اون گروه ارکسترایی که با هم کار کردن. من آهنگ سالمانشو خیلی دوست دارم بچه، حتما برید گوش کنید. چنان دیده نمیشه. خودت این حس داری؟ فکر میکنی که یک کار شده؟ نه، من فکر میکنم برعکس است. من فکر میکنم همیشه هر چقدر که گلون مردم بیشتر فشار داده شده، اونمو اندازه تقاضای تنفس کردن بیشتر شدن. و احساس میکنم هنرمندا خیلی پرکارتر شدن، چون و روحیه جنگندگیشان خیلی قوی تر از گذشته است. حس من است. حالا نه فقط کسایی که درس موسیقی کار میکنن، که در عرصه های متفاوت دیگه، در چه میدونم ژورنالیسم، تئاتر، فیلم، عکاسی، ویژوال آرت، خیلی پرکارتر شدن، چون مردم زخمی شدن میدونی، و او زخم چیزی نیست که اوارا از بین ببره، اوارا قوی تر میسازه. فکر میکنم ویدیو مال 4 ماه پیش هست. فکر کنم 2 ماه. خب 2-3 ماه پیش. و قطعا میدونه که یک کنسرت خیلی بزرگی در ماهای آره آینده قرار داشته باشه و همین مدلی بود موهاش. حتی رنگ موهاش همون چیزی که پریفان دیروز هم داشت توی چنل پریفان ملودی میگفت، اون رسالت موسیقایی که داره براش مهمه، فرهنگی که داره براش مهمه. الان هم بسته شدن فضای افغانستان بود که سوال پرسید امید جان نظامی و اینجوری جواب داد که بیشتر شکوفا میشن، چون تقاضای تنفس بالاتر میره وقتی خفقان بیشتر میشه. حالا مردم اتو حس دارن که در کابل طالبا میگه که مثلا موسیقی اجازه نیست، ولی هر کس میتونه با سادگی موسیقی بشنوه از طریق اینترنت، از طریق موبایل خود. یعنی اون محدودیتی که سابق وضع کرده بودن با تکنولوژی امروز دیگه امکان پذیر نیست. بله اصلا، چون ما یعنی طالبا مجبور است و باید در واقع اجتماع نمیتونن که جلوی اجتماع بگیرن، جلوی پیشرفت تکنولوژی و ارتباط آدما با دنیای خارج از افغانستان بگیرن. ما در یک عصر دیگه زندگی میکنیم و تقاضای انسان‌ها در هر جای دنیا متفاوت است از 40-50 سال پیش، و این که طالبان می‌خواهند مردم را پس بگردانند که اگزیست ما قبل تاریخ داشته باشند، یک چیز امکان ناپذیر است. این یک مرحله گذراست. مردم دوباره قدرت خود را به دست می‌آورند و یک مشت محکم به دهان طالبان می‌زنند. چیز خیلی روشنی است. چقدر نگاه‌هاشون به هم و اون تأییدی که امید جان نظامی کرد پر از حرف بود. سن و سالی نداره الهه، ولی خیلی قشنگه که بعد از اون حالا نسبریم کار کنسرتی که دیدیم و حسابی از هنرش لذت بردیم، کمی هم صحبت‌ها و طرز فکرشو ببینیم و بشنویم، که قطعاً
خیلی میتونه تاثیر بذاره. آره میتونن حتی کاملا راهنما باشن. حالا الگو بودن کار سختی شاید هم بتونه باشه، ولی میتونه راهنمای خوبی باشه، همون طرز فکرای صحیح. و اگر طالبایی که طالبا میخواین هنر و موسیقی و چیزا رو سانسور کنه و اجازه نده و چه میدونم مکتبا رو بسته کنه سر دخترا، آدم خان نمیزن، هنرمندا رو آزار اذیت کنن و به قتل برسانن و ژورنالیستا رو به قتل برسانن و زندانی کنن، یا فقط ترسشونه، ای از ترس زومیه که چقدر اینا حراس دارن از این که یک هنرمند یا یک نویسنده فیلمساز یک ایده جدید در ذهن مردم تقویت کنه، یک ایده ای که برخلاف در واقع زیستی هست که طالبا از مردم میخواین، یا طالبا به خاطر در واقع کنترل مردم میخواین که اوارا در زندگی ما قبل تاریخ بر از او در واقع معرفی کنن دیگه. یک چیز گذرا، هر کسی در حالا حوزه‌ای که قرار داره، در جایگاهی قرار داره، سلیقش اینه که مثلا طالبان الان در این شرایط خوب هستن برای کشور، حتما موقعیت و شرایطشون در افغانستان یک موقعیتیه که باید بمونن و خب به نفعشونه. ولی مثلا هنرمندان هم اگر اینو دارن میگن، قطعا خب آسیب از طرف این قشر گرفتن، یعنی الان خیلی ها مثلا نیان کامنت بنویسن یا این فکر رو بکنن که شما دارید توهین میکنید یا شما دارید طرفداری میکنید، یعنی هر کسی میتونه نظرش باید حرفهای همه رو شنید. آفرین، دقیقا. و این مورد موردیه که ما هم در کشور ایران باش زندگی کردیم، یعنی افرادی هستن که 90 میلیون نفر حدوداً دارن توی ایران زندگی میکنن، حالا با مهاجر و خود ایرانی، و این اشخاص خیلی هاشون راضین به بودن همین سیستمی که وجود داره الان توی ایران، منفعت داره، اصلا بیقانونی براشون بهتره. مثلا میگی ایران چرا زیر نظر FATF که یه سازمان جهانیه نمیره، حقای کپی رایت رو رعایت نمیکنه، به نفعشونه. اوکی، پس هر کسی اون جایگاهی که داره داره زندگیشو میکنه، ولی حرف از جایگاه یه هنرمند داره بیرون میاد، یک هنرمند خانم که قطعا ضربش رو خورده و میخوره با همین سبک اگه بخواد ادامه پیدا کنه. پرتر قوی میداشتی و پول مصرف میکردن و سیمکارت میخریدن و هر هفته برای رای میدادن، تو رای میگرفتی و دیگه چی بیشتر از این چی بگویم برات؟ که یعنی اگر کسایی که برنده شدن، یک قسمتش مطمئنن رای مردم بوده، یک قسمت دیگهش تقلبی که نه، یعنی یک سپورتر داری، نفر مثلا پیسدار است، میخوای برات مثلا میخوای که تو ستاره ی ازو برنامه شوی که خود خوش بسازنی، چه میدونم یک قمار زدم روی رفقای خود. آیا فکر میکنی که جشنواره چهارم ستاره افغان مثل همه بازی های دیگه میتونی یک بازی بود، یک گیم، یک بازی وری بود که در این بازی باید یک کسی برنده میشد دیگه، نه؟ دیگه تو یک کار میکنی، تو مثلا یک شخصیت داری، یک بازی میگه که اینی شخصیت ماست، من میخوایم که برنده شوه، هر کاری میکنم که برنده شوه، نه؟ بچ ببین، فارغ از همین چیزی که الان داره توضیح میده، چون قطعا سوال امیدجان نظامی هم همین بوده در رابطه با مسابقه ستاره افغان، حتی هنرمندای خوبی ازش بیرون اومدن، حالا ایشون داره بحث اون برنده شدن و فینال و اول شدن رو میکنه، ولی خب اینا هم باید در نظر گرفت که همچی بسترهایی میتونه کلی هنرمند جدید به جامعه معرفی کنه و خود الهه جان و آره دقیقاً از همون بستر بیرون میاد، ولی خب حالا بستر اول شدن زیبا همین شخصیت میبازه دیگه، جمال مبارز هستم یا میبازه یا میبره. آیا خودت با او چالش هایی که سر رایت بود خودت بازنده فکر میکنی یا برنده؟ من خب اون زمان برنامه رو و بازی رو خب باختم، بازی بود که باختم، ولی بازی چیزی نبود که مرا در واقع بکشن نبردی. یا باید سازی شما که چه میدونم باید رشد ما شد، من اون برنامه رو به عنوان یک پلتفرم نگاه میکنم که از اون مردم مرا شناختن،
و آدمای سر ما سر راه ما پیدا شدن که در واقع ما را ساپورت کردن که ما انسان امروز شوم. نه خیلی دوستای خوب پیدا کردم که او دوستا باعث رشد ذهنی ما شدن و او خیلی مهمتر از او جایزه یا او تندیسی است که در پایان برنامه ستاره افغان نفر اول یا دوم گرفتن. شخصا او احساس من است که فکر میکنم اگر اول میشدم هم شاید همینجا میبودم، اگر هشتم هم که شدم هم الان همینجا هستم. اینا یک چیز اینجا واک میکنیم، یک سوال پیدا شده جواب خیلی قشنگی داده. جوابش به نظر من خیلی کامل و پخته است، یعنی پشتش حرف دیگه ای نیست که بگیم یا در ادامه مثلا یک همچین چیزی. خیلی کامل کوتاه گفت، مثلا گفتش که بردن معیار نبود، من اون تجربیات کلی که از اون قضیه گرفتم رو آره اونو برد حساب میکنم برای خودم. در ذهنم چون کدام طرف بریم؟ اینجا خود سر سرک از عزیز. نه این اینجا استاد میشیم. این اینجا کجا؟ این اینجا یه برنامه داره امید نزم. خوب زفقای آمده که بسیار خوب شد برنامه ما. چیزای نو است. Lives Matter. اینجا کلن چی شده بود؟ موضوعایی که رب داره به Black Lives Matter. آلی فلسطین. اخبارش. اینجا مثلا میدیا و مطبوعات رویش سیاه کردن به دلیل ازی که حقیقتا نمیگن شاید بگه اگان بار و رستوران های ریزم هست که Eat, Drink, Play عشنگه خیلی جاری مقبوله پاتوق خودمونه. اکین جمعی چی فکر در ذهنت حضور میکنه؟ در باری چی فکر میکنی؟ وقتی که از این کوچه تیر میشه خیلی الهام بخش است دیگه که صدای از برشون میاد چه میدونم ایده هایی تا میتونی روی یک دیواری بکشی، مردم تیر میشن، منطقه توریستی است نسبتا و مردم با امو روحیه شهر که چی میگذره توی ذهن شهر توریست هایی که میان تیر میشن اینجا دقیقا مردم میفهمن که اوکی چی میگذره در ذهن شهر. چی نام داره این کوچه؟ یا خودت نامش کار نداری فقط آدرس بلد هستی؟ نامش بالا نوشته بود. Anyway, I've never gave attention to the name. برما سوال پیدا شدی کسایی که در چت نوشته میکنن زیر پای هم یارن. ببین چه قشنگ گفت جواب حالا انگلیسی که داد میگه در خیلی مهم نیست حالا اسمش چیه. میدونی اصلا نمیخوام بگم من رفتم در خیابان فلان لندن، من اون موضوعیت برام اون آثار هنری و تفکر جامعه است که میاد اینجا بسته به ترند روز پیاده میشه. یه زمانی چی بود بلک چی مدر، یعنی همون موضوع سیاها، یعنی جانشون عزیزه و موضوعی که پیش اومد تو آمریکا و بر سیاه پوستا بود در دفاع از ما. الان مثلا بحث فلسطین فلان 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 و موضوعات ترند روزی که حالا مثلا میشه تو توییتر تو اینستا تو تیک تاک یوتیوب پیداشون کرد و اینجا شهر میاد هی خودش رو نشون میده و توریستی که رد میشه میفهمه در ذهن اون شهر الان چی میگذره. و یک جالبی که داره به قولن که حالا اسمش مهم نیست ولی همه فقط یک آدرس میدن، مثلا همون جایی که نقاشی میکشن. دقیقا گفت که اسم مهم نیست، آره موضوع فلان مهم. هنر توشه جالب بود. حالا میاییم سر آهنگ چرسی و چگک. در آهنگ چرسی بچگک فکر کنم یکی از آهنگ‌های خودت که بسیار دیده شده و شنیده شده آهنگ چرسی بچگک است و شعر بسیار زیاد خوب ده و استفاده شده. قرار بود که او یک ویدیوی هالیدی باشم و ولی خیلی خوب از آب درآمد. بخبر از اینکه یکی از بهترین و ماندگارترین اثرای هنری و موسیقی تمو است. بسیار بسیار من از طبیعی بودنش خوشم میاد، از اینکه خیلی اسکریپت نشده بود، همه هم تو چی میگن قلمداری دیگه. اون قلمداری خوب است. حالا سال 2024 است. در 2024 فکر میکنم منظور همون مشتیگری خودمونه. فکر میکنم یا همچین چیزی. یعنی ساده است و میاد. آره میاد. آفر. حالا سال 2024 است. در 2024 چی بر روما داری بر موسیقی؟ خیلی. چند تا سه تا آلبوم است. سه
سرش دارم کار میکنم. یک آلبوم. این سه آلبوم برای 2024 است یا شروعش در 2024 است؟ این سال خلق کردن است برای من. یک آلبومی بود که از سال 2019 سرش کار میکردم. ارنجمنتاش خلاص شده، باید وکالش رو ضبط کنم. یکی دوتا از آهنگاش مانده که وکالش رو ضبط کنم به اضافه میکس و مستر شوه. بعد چند تا کلابوریشن دارم همراه آرتیستای افغان که اونا سینگل میباشن، آهنگای سینگل است که خودم پرودیوس میکنم آهنگ موسیقیشن. اگرچه تمام آهنگای یک آلبوم برای هنرمند عزیز است، ولی مثل که در رستوران میری یک سیگنیچر فود داره. بله. هر آلبوم یک سیگنیچر سانگ داره. بهترین آهنگی که خودت خیلی دوست داری. خیلی سخته این سوال. بریم ببینیم امضای کار مثلا آلبومش چیه و بریم ببینیم چی بوده. داری که در یکی از آلبومایی که به زودی ها او را نشر کنی کدام آهنگت هست؟ خیلی تعداد کسایی که مرا میشناسن کم هستن، ولی واقعا کارهای من دنبال میکنن و آدم های خوشزاد هستن. دنبال کمیت هستی یا دنبال کیفیت؟ کیفیت 100%. راستش در لندن اکثرا مردم که پرسان میکنن از کجاستون، وقتی میگم از افغانستان شاک میشن. اگر خودت بگی که خودت حدس بزن که کجایی هستم، شاید تعداد بگه که کوریایی. نه، چاینا، ژاپن، کوریا. من از کوریا تاون افغانستان هستم. من از دشت برچی هستم. من آهوی دشت برچی هستم. آهوی دشت برچی. آهوی دشت برچی. در لندن چکر میزنم. چقدر خوب ساخت امید نظامی. عین سادگی که بانو الهی سرور داره و خودش توی کاراکترش داره توی ساخت ویدیو پیاده شده. فیلم بردارش هم خیلی خفنه. یهو میاد تو صورت یا میره. چقدر قشنگه که فیلم بردار خوب داشته باشه. حتما برای گزارش شهری این شکلی اگه میخواید بگیرید در کشورهای جهان اول، فکر میکنم همگی بدونید قانون هست که باید حتما بلور بشه پشت. آره دیگه. باید دوربین و کیفیت داشته باشه که چهره کسی. خانمم گفته بودم فلان روز دستشو دماغش میده فلان جا چرا منو توی این خیابون انداختی؟ به همه این نکات توجه شده بود. خیلی خوب بود. پشت دشت برچی دق شدی؟ بسیار. سابق دشت برچی میرفتیم خیلی بیروبار داشت، خصوصا از چارایی شهید مزاری. خیلی زمان میگرفت که تو داخل شوی و بدمو جاده عمومی دشت برچی داخل شوی. بسیار از اون چه خاطره داری؟ خیلی خاطره میشه جای رفته باشه سرت ناوق شده باشه. تو و من از تنها چیزی که اعصاب من زیاد خراب میکرد بعد از خیابان آزاری امو ترافیک بود که یگان نفر سرکا بند میشد. که در تکسی یا در یک موتر هستی در بس هیچ تکان نمیخوره موتر ها، از بس که بی قانونی بود و سرکا چی نداشت، چی میگن، کنترل نبود، چراغ سبز و سرخ و یا نبود، هر کس دو پشت از این میگشت که کی زودتر خانه برانه. کل اگه عجله داشت با وجود خیلی مردم بیکار هم بودن. در کشور ما یه مسئله خیلی عادیه که با وجودی که خیلی هم ممکنه بیکار باشیم ولی عجله داریم توی رانندگی. و واقعا فرهنگ رانندگی هم یکی از اون نمادهاییه که نشون میده فرهنگ یه کشور چقدر رشد کرده. 100%. بریم آوترو کار رو هم داشته باشیم. بفرمایین که یک ویدیوی بسیار مکمل هست که زحمت کشیدن بیش از یک ساعت. بچه ها بله در جریان هستن و اگر ندیدید حتما برید ببینید قصه های شیرین الهه سرور از کابل تا لندن. قرار است یک موقعیت اقتصادیم یا یک موقعیت اجتماعیم در خطر باشه به خاطر از اینکه ازدواج نکردیم. ازدواج میکنم به خاطر زمان، نه اینکه باور داشته باشم که ازدواج قرار است چه میدونم پایه گذاری یک رابطه طولانی باشن، چون خیلی از رابطه ها هستن که با وجودی که ازدواج کردن پایدار نبوده یا خیلی مریض است. نه؟ اگر قرار باشه ازدواج آدم ها را به زور کنار هم نگه داره، او به نظرم یک حرکت خیلی نادرست است، چون آدم باید به خود احترام بگذاره. به عنوان آخرین سوال، خیلی پخت است بچه، اگر کسی یا چیزی صد راه الهه قرار بگیره که الهه را
از موسیقی و هنر دور بسازه. تصمیم الهه در مقابل همون یک شخص یا چیز چی می باشه؟ خیلی سوال جنرال است، ولی من فکر نمی کنم کسی یا چیزی بتونه مرا مانع شود تا زمانی که خودم مانع خود نشم. حرکت ادامه، یعنی تا حال هر شخص یا هر موقعیتی در زندگی پیش آمده صد راه ما شده، ما خیلی صلح‌آمیز در واقع راه خود پیدا کردیم و نگفتیم، یعنی تصمیم آخر خیلی صلح‌آمیزه. خیلی نکته قشنگیه ها، خیلی مهمه ها. عاشق شده بودم دیگه اصلا تموم، عاشق‌تر. خیلی ها به مسیر خودشون ادامه میدن، خیلی ها راه خودشون رو میخوان برن، ولی این بخش صلح‌آمیزه خیلی نکته است. یعنی صدی به 90 میشه گفت تو دنیای کنونی با جنگ طرف به راه خودش باز برمیگرده. گرفتیم و اگر یک زمانی بخوایم کار کنم یا نکنم، اون بستگی به تصمیم شخصی خودم داره. بسیار زیاد تشکر از اینکه امروز آمدیم، خوب چکر زدیم، رفتیم غذا خوردیم، ما را لندن چکر دادی و با الهه که سالهای دور بود که ازش فاصله داشتیم، از نزدیک ندیده بودیم، تنها از طریق یوتیوب و رسانه ها آهنگ و صدایش میشنیدیم، امروز این زمینه مساعد شد که از نزدیک دیدیم. تشکر از خانه. خدا کنه که همراه ما سات تیر شده باشه، خوش گذشته باشه. خیلی خیلی من اون لحظه که پیام تخاندم اصلا به خوشحالی از خوشحالی. برنامه بسیار گیرایی است، یعنی حتما اگه ندیدیدش برید و کامل ببینیدش. هر دو عزیز تونستن نقش خودشونو به خوبی اجرا کنن و خیلی طبیعی و قشنگ، و اسم قشنگی خیلی که برای این برنامهش انتخاب کرده امید نظامی، انگیزه. خیلی جالب. حتما بچه ها ویدیو مکمل رو ببینید و مرسی که شما تا اینجا با ما همراه بودید. امیدوارم لذت برده باشید مثل ما و به زودی برمیگردیم خدمتتون با یه ویدیو جذاب. قربون شکل ماهتون بشم، باش به کلاتون، تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.